امارات متحده عربی که با چالش رکود بازار نفت روبروست تلاش می‌کند تا به اقتصاد خود تنوع ببخشد و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. سهیل المزروعی وزیر انرژی این کشور در مصاحبه با یورونیوز از راهبرد آینده کشورش می‌گوید: جناب آقای وزیر، خوش آمدید. با مسئله فعلی یعنی قیمت نفت آغاز می‌کنیم. با وجود افت شدید بهای نفت، اوپک سیاست تولید بالای خود را حفظ کرده. آیا می توانید درباره جزئیات این تصمیم توضیح بدهید؟ فکر می کنم باید برگردیم و با توضیحی درباره تصمیم سال گذشته اوپک شروع کنیم. تصمیمی مبتنی بر اینکه اجازه بدهیم خود بازار قیمت را تعیین کند. ما تولید کنندگانی هستیم که کمترین هزینه تولید را داریم. باید سطح تولیدمان را حفظ کنیم و از تولید کنندگانی که تولیدشان بهای زیادی دارد پیش بیفتیم. این وضعیت معمول بازار است. می‌بینیم که تصمیم اوپک بازار را به سوی ثبات می‌برد. بازار تعادل خود را پیدا خواهد کرد و انتظار داریم که سال آینده سال تعادل باشد. می‌خواهم به نتایجی اشاره کنم که اوپک از این سیاست گرفته است. بین سال‌های 2013 و 2014 تولید کنندگان خارج از اوپک 2.8 بشکه در روز به تولید خود افزودند و اگر این را با خروجی آنها در سالهای 2014 و 2015 مقایسه کنیم، می‌بینیم که تولید کنندگان خارج از اوپک مازاد تولیدشان را 88% کاهش دادند. به هر حال ما مشکلی داریم و آن این است که بسیاری از پروژه‌های اکتشاف و استخراج به تعویق افتاده یا لغو شده است که هزینه گزافی نزدیک به 150 تا 200 میلیارد دلار برای ما داشته است. اگر تمامی تولید کنندگان تصمیم به کاهش تولیدشان بگیرند، آن وقت چه کسی نفت تولید خواهد کرد؟ كل المنتجين قرروا ان يخفضون انتاجهم. سمعنا عن انقسام. شنیده ایم که در اجلاس اوپک اختلافی وجود دارد. نامش را تفاوت دیدگاه دو گروه در نشست اوپک بگذاریم. در یک سو امارات متحده عربی و عربستان سعودی وجود دارد و در سوی دیگر ایران، ونزوئلا و الجزایر. چرا به پیشنهاد ونزوئلا برای جلوگیری از افت بهای نفت توجهی نشد؟ ما نخست دور هم جمع می شویم تا با نظرات هم آشنا بشویم و بعد تصمیم بگیریم. اما در انتها ما با هم مخالف نیستیم. نفتی هست که بیرون از اوپک تولید می شود. تولید این نفت باید کنترل شود و باید بهای استخراج مناسبی در کار باشد. نمی خواهیم به سال 2015 برگردیم که در آن پروژه های بسیاری لغو شد و میل به سرمایه گذاری در زمینه نفت و گاز کم بود. ما نگران این مسئله هستیم و در اوپک اعتقاد اعضای هر کشور با دیگر کشورها متفاوت است. اما مطمئناً ما هم حق داریم مانند دیگران در بازار حضور داشته باشیم. اما این تصمیم دردناکی برای دولت‌های حاشیه خلیج فارس است. بودجه بسیاری از این کشورها به نفت وابسته است. شما چطور با این تصمیم کنار می‌آیید؟ نخست اینکه قطع تولید به امید رسیدن به یک قیمت خاص دیگر سیاست موفقی نیست. برخی از قیمت‌های امروز به بسیاری از ما آسیب می‌رساند، اما این فرصتی است برای کم کردن از هزینه‌ها و پیگیری درآمدهای اقتصادی گوناگون و رفع اتکا به نفت. ما در امارات متحده عربی تنوع بخشی به اقتصاد را از سال‌ها پیش شروع کرده‌ایم. مشوار يمكن من 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 سنوات كثيره لتنويع الاقتصاد. بالفعل دوله الامارات العربيه. این همان چیزی است که مایلم از شما بپرسم. امارات متحده عربی یکی از نخستین کشورهای حوزه خلیج فارس است که سعی کرده به منابع درآمد تنوع ببخشد. طرح شما برای تنوع بخشی به منابع درآمد کشورتان چیست؟ كان اعتمادنا اساسي على
ما برای تولید برق به منابع انرژی فسیلی و گاز وابسته بودیم. اما امروز کشور امارات یک سیاست متفاوت را در پیش گرفته است. در سال 2021 نزدیک به 30% برق ما با منابع سبز تولید خواهد شد که دیوکسید کربن متساعد نخواهند کرد، یعنی منابع غیر نفتی، چه نیروگاه‌های هسته‌ای و چه انرژی تجدیدپذیر خورشیدی. این سیاست بخشی از تنوع اقتصادی در منابع انرژی است و همچنین بخش مهمی از تنوع اقتصاد ماست. اقتصاد ملی ما حالا با پروژه‌های بیشتری در صنعت گردشگری تنوع پیدا کرده و اکنون امارات متحده عربی در بخش پتروشیمی هم یک پایه تولیدی پیدا کرده است. پروژه‌هایی در داخل کشور داریم و در پروژه‌های بیرون از کشور هم سرمایه‌گذاری‌های مالی کرده‌ایم. تنوع اقتصادی همان چیزی است که سبب می‌شود بتوانیم صدور آخرین بشکه نفت را جشن بگیریم. همانطور که شیخ محمد بن زاید گفت، می‌خواهیم نسلی تربیت کنیم که بتواند صدور آخرین بشکه نفت را جشن بگیرد. ما به نفت متکی نخواهیم بود. ما به اقتصادمان تنوع می‌بخشیم و این راهبرد را ادامه می‌دهیم. در ماه ژوئیه گذشته شما یارانه‌های نفتی را کنار گذاشتید. آیا اقدامات دیگری هم برای قطع یارانه‌های دولتی در کار است؟ خب، بازار تعادل مناسبی نداشت و دولت بار شرکت‌های توزیع را به دوش می‌کشید. باری که سنگینی آن به افزایش مصرف، آلودگی و دیگر چیزها می‌انجامید. ما باید از بحران بهره ببریم. این بحران فرصت‌هایی پیش روی ما می‌گذارد. منظور از بحران یعنی قیمت پایین نفت؟ بحران اقتصادی و بهای پایین نفت. تقاضای کم چطور؟ بله، در سال 2015 کاهش تقاضا هم داشتیم. پس با حذف کامل یارانه تولیدات نفتی و به کار بستن یک سیاست تازه، دست به اصلاحات بنیادین اقتصادی زدیم که به نظر من موفقیت آمیز است. کار را با اصلاحات مربوط به سوخت و انواع دیگر انرژی ادامه می دهیم. تلاش می کنیم تا مصرف آب و برق را منطقی تر کنیم. راهبردی در دست داریم که الان مشغول کار روی آن هستیم. نکته مثبت آن است که مصرف کنندگان در کشور با ما همکاری می کنند. چرا که سیاست ما در توضیح یک موضوع برای آنها پیرو شفافیت است. بنابراین همه در راستای تغییر الگوی مصرف با ما همکاری می کنند. چه در زمینه مدیریت تقاضا و چه در زمینه هزینه ها. وزیر الطاقه لدولت الامارات العربيه المتحده السيد سهيل مزروعي، شكرا لكم على هذا الحوار. عفوا، شكرا لكم.